با درود. بارش‌های شدید در چند روز گذشته موجب جاری شدن سیل و آب گرفتگی در 9 استان ایران شده است. بیشترین خسارت در استان‌های خوزستان، لرستان و ایلام گزارش شده است. رئیس اورژانس ایران میگوید جاری شدن سیل در غرب کشور 6 تن را به کشتن داده است. 2 تن نیز مفقود شدند. بیشترین آسیب‌ها به استان‌های ایلام و لرستان و شهر دزفور در استان خوزستان وارد آمده است. تهران در چند هفته اخیر شاهد بارش بی سابقه باران طی 30 سال گذشته بود. این مسئله باعث شد کارشناسان نسبت به احتمال وقوع سیل در این شهر هشدار دهند. پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید که کشورهایی چون امارات و عربستان برای به خطر انداختن امنیت ایران از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. او تاریخ برگزاری رزمایش جدید در جنوب شرقی ایران را با هدف نمایش قدرت اعلام کرد. حسین جابری انصاری اعلام کرد که اولین محموله از فاز نخستین تحویل سامانه دفاعی موشکی S-300 به ایران رسیده است. قرار است تجهیزات از جنوب روسیه و از مسیر دریای خزر وارد خاک ایران شود. یک هفته پس از تایید رسمی اعزام تکاوران ارتش ایران به سوریه، دست کم 4 تن از آنها در این کشور کشته شدند. به رغم این، فرمانده نیروی زمینی ارتش حضور یگانی تکاوران در سوریه را تکذیب کرده است. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای سرگشاده از مخالفت خامنه‌ای و منصوبان او با برجام و سیاست‌های دولت روحانی انتقاد کرده است. تاج‌زاده گفته شما رهبر کشورید. این همه مخالفخوانی و ضدیت با ملت پسندیده نیست. تحلیلگران نامه مهدی کروبی به روحانی را تاریخی و بسیار شجاعانه خواندند که مخاطب اصلی آن خامنه‌ای است. کروبی رهبر جمهوری اسلامی را مستبد، خودمحور، جاه طلب و دارای حب ریاست و توسعه قدرت خوانده است. علی صوفی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران گفته است توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات یعنی هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که کرسی ریاست مجلس آینده از آن عارف باشد. ایران و ایتالیا در جریان سفر ماتو رنسی نخست وزیر ایتالیا به تهران موافقتنامه هایی که ارزش آنها به طور بالقوه به چندین میلیارد دلار میرسد امضا کردند. اتحادیه اروپا در آستانه سفر هیئتی از مقام‌های بلندپایه این نهاد به ایران تحریم‌های خود علیه 82 مقام و 1 نهاد ایرانی را که به خاطر نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند برای 1 سال دیگر تمدید کرد. بهای نفت خام با جهشی چشمگیر به بالاترین حد در 4 ماه گذشته رسید. نفت خام 45 دلاری حاصل توافق روسیه و عربستان بر سر توقف موقت تولید نفت است. حالا جلب موافقت ایران برای مقابله با اشباع نفت در بازار امری حیاتی است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران از صدور کیفرخواست برای پرونده 12,000 میلیارد تومانی خبر داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه کل سال 1395 که با تأخیر در حال تصویب است، بودجه دفاعی کشور را تا سقف 3500 میلیارد تومان اضافه کردند. مادر حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی میگوید حال فرزندش به دلیل اعتصاب غذای خشک به شدت وخیم است و به نظر پزشک متخصص وضعیت او بحرانی است. مادر این زندانی گفته اگر اتفاقی برای فرزندش بیفتد مسئولان باید پاسخگو باشند. جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی که همکنون در اوین زندانی هستند میگویند همزمان با اول ماه مه روز جهانی کارگر در اعتراض به امنیتی شدن فضای فعالیت‌های صنفی در ایران به اعتصاب غذای نامحدود دست می‌زنند. مهدی عبدی عضو ارشد شورای هماهنگی حزب الله در ایران خاتمی و هاشمی رفسنجانی را به ترور انقلابی تهدید کرد.
او همچنین گفت در صورت رهایی موسوی و کروبی از بازداشت خانگی، حزب الله امان نفس کشیدن به آنها نخواهد داد. دولت آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر از ایران و چند کشور دیگر انتقاد کرده است. در این گزارش ایران به لحاظ نقض حقوق بشر همردیف کشورهایی مانند کره شمالی، چین و سودان قرار گرفته است. علی مطهری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان تصمیم این شورا برای حذف مینو خالقی، یکی از راهیافتگان اصفهان، به مجلس دهم را غیر قانونی خواند. او از وزارت کشور خواست اعتبارنامه این نماینده را صادر کند. ساعاتی بعد از پایان رسمی اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی، بیانیه پایانی این اجلاس منتشر شده است که در بندهای از آن جمهوری اسلامی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران رفت. 7 کمیسیونر اروپایی او را در این سفر همراهی می کنند. گسترش همکاری‌های اقتصادی، بحران سوریه و شمار بالای اعدام در ایران از مباحث این دیدار خواهد بود. گشت‌های طرح امنیت اخلاقی در شروع مرحله جدید در خیابان‌ها و میدان‌های تهران مستقر شدند. مبارزه با مصادیق بدپوششی، کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس از جمله اهداف این مرحله است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از آمریکا خواسته است که موانع را از سر راه همکاری ایران با سیستم بانکی جهان بردارد، زیرا به گفته او هدف اصلی کشورش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ و امضای برجام بیرون کشیدن کشور از انزوای اقتصادی و اتصال به سیستم مالی بین‌المللی بوده است. وکیل امید کوکبی، فیزیکدان زندانی، اعلام کرد که آزمایش ها نشان داده که کوکبی در زندان به سرطان کلیه مبتلا شده است. او با تاکید بر اینکه تعلل در جراحی او خطرات جبران ناپذیر به دنبال دارد، خواستار آزادی سریع موکل خود شد. رسانه‌های ایران از تجاوز، قتل و سوزاندن جسد دختر بچه 6 ساله افغانی به نام ستایش قریشی خبر دادند. قاتل او نوجوانی 17 ساله و شهروند ایران است. خبر مرگ این دختر واکنش و خشم بسیاری را برانگیخته است. افشین سهرابزاده، زندانی سیاسی بیمار و تبعیدی زندان میناب، در اعتراض به عدم اعطای مرخصی پزشکی از 23 فروردین با دوختن لبانش دست به اعتصاب قضا زده است. روز پنجشنبه 26 فروردین ماه حکم اعدام یک زن زندانی به نام آمنه رضاییان 43 ساله به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان کاشمر اجرا شد. شب و روزتان خوش.